بانک جهانی اعلام کرده در نتیجه تداوم جنگ مستمر اسرائیل از حدود یک سال پیش 100% ساکنان نوار غزه با فقر دست به گریبان هستند و نرخ تورم به بیش از 250% افزایش یافته است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. به گزارش الجزیره، بانک جهانی در گزارشی که روز پنجشنبه 5 مهر ماه تحت عنوان بروز رسانی وضعیت اقتصادی فلسطین همزمان با نزدیک شدن به نخستین سالگرد جنگ اسرائیل علیه غزه و آوارگی 2 میلیون فلسطینی منتشر کرده است، نوشته که تولید ناخالص داخلی فلسطین در 3 ماه نخست سال 2024 میلادی 35% کاهش یافته که بزرگترین رکورد اقتصادی برای اقتصاد فلسطین است. بر این اساس اقتصاد غزه در این مدت 86% و اقتصاد کرانه باختری 25% کوچک شده است و بیکاری در اراضی فلسطینی به رکوردی تازه رسیده و از 50% عبور کرده است. این نهاد مالی جهانی پیش بینی کرده شکاف و ناترازی مالی تشکیلات خودگردان فلسطین وخیمتر شود و در سال 2024 به 2 میلیارد دلار، یعنی 3 برابر سال 2023 برسد و این مسئله خطرات جدی برای ارائه خدمات بوده و می تواند منجر به فروپاشی واقعی شود. بر اساس این گزارش، توقف فعالیت‌های تجاری در غزه خانواده‌ها را بدون درآمد گذاشته، در حالی که قیمت کالاهای اساسی به طور قابل توجهی افزایش یافته و نرخ تورم به بیش از 250% رسیده است. بانک جهانی اظهار داشته که سیستم آموزشی در غزه فرو پاشیده و سیستم بهداشت و درمان آسیب زیادی دیده، تا جایی که 80% از مراکز درمانی غیر فعال است و نرخ فقر به 100% رسیده و در کرانه باختری هم از 12% به 28% افزایش یافته است.